من مرتضی رحمانی هستم، توی شیشه سکاریت دارم مشغولم کار میکنم. من این ساختمان رو که درست میکردم واقعا شرایطم سخت بود برای اینجا درست کردن. اینجا حقیقتا خیلی از مشکلات ما رو حل میکرد. والا کارگاه ما یک خیاطی بود، خیاط خونه. بعد کم کم تصمیم گرفتیم که یک کار تولیدی را بندازیم. چند سال که تو خونه کار کردم، دو نفر شروع کردیم. بعد کم کم یک توصیه دادیم که چرخمون اضافه کردیم. روزی بود که ما واقعا دیگه اصلا مثلا چند روز دیگه باید وام میگرفتیم. وام ما دست ما رو نگرفته بود. من اصلا مونده بودم به استادکارا به این چجوری باید جواب اینا رو پس بدم. حالا از صندوق یه مبلغی برداشتیم تا اون وام اومد، خلاصه یه پولی رسید دست ما، جایگزینش کردیم. نه من، خیلی از اعضای دیگه تو کار خیر، توی عروسی، توی مثلا کارگاه ها گرفتن استفاده کردن. تا شب عید دیدیم دیگه پول نمیتونیم، لنگ موندیم برای پول این کارگرها دستمزد اینا رو بدیم. یه ما هم حالا با حاجی گفتیم برای ما یه وام هم که نه، همون بنده خدا داد دیگه پولو داد، ما هم پول این کارگرا رو دادیم بهش. من یک روزی ناگزیر شدم از یه نفر دستی بگیرم. 3000 تومان بود. 3000 تومانی که مثلا الان شاید کار 50000 تومان، 100000 تومان بکنه. این به اختزایی پیش آمد. البته ایشون هم داد. اما نوع برخوردش احساس کردم که طوری نبود که من خودم هم ناراحت شدم. این تو ذهن من موند و خودم موقعیت اون آدم رو پیدا کردم در فامیل. ما دهاتی ها برسید، ما 6 ماه اول ظاهر نداریم، همه حقیقتا مال ما همین روز هست. یه دونه ظاهر داشتیم، چیز کاروان داشتیم 11 اونم آقای کریمیان ها پر کرد. گذرنامه هم داریم؟ گذرنامه هم داریم. خب خیلی برادرم ندارم. اونایی رو که دارید بیارید که ما جلو بندازیم کارشون رو، تا اونایی هم که برسید. قربان شما عزیزم، خدا حافظ. یا الله، من زنگ زدم به عنوان اعضا از شما تشکر کنم که به عنوان عضو که شما پس کردتون چیکار میتونید به موقع همیشه میارید دفتر تحویل میدید. آره آره، نه الحمدلله شما جزو کسانی هستید که همیشه به موقع پرداخت کرد. احساس کردم که یک روزی ممکنه همین اتفاق برای من بیفته، یعنی کسی از فامیل، خواهرزاده، برادرزاده، برادر، خواهر بیاد این پول رو از من بخواد. اگر بیاد پول خودم رو از من بخواد، یعنی از من بخواد بگیره، حتما بهش سخت میگذره. یعنی منم اگر با روی گشادم تازه برخورد کنم قطعا بهش سخت میگذره. اما اگر من یه سیستمی طراحی کنم، کمک کنم به این بنده خدا که پسنداز کنه از قبل و میاد پولی که بگیره زبانش کوتاه نباشه، خجالت نکشه. چرا؟ چون پول خودش رو میخواد بگیره. قرض به معنای وامه که قرآن از این به وام نیکو به هر حال نام برده که برایش شرایط گذاشته. گفته اگه وام قرض الحسنه ای که دور از این سه شرایطی که حالا بنده میدونم خدمتتون میگم، اولین حالتش که خالصانه این قرض پرداخت بشه به افرادی که به هر حال عضو هستن، به افرادی که
به هر حال محتاج هستن. دوم که بدون آزار و اذیت باشه وقتی که این قرض و یا وام پرداخت میشه. و سوم که به افراد نیازمند و محتاج و نیازهای ضروری که دارن پرداخت بشه. من دیدم برای این صندوق اگر ما خیلی منتظره افراد دیگه بمانیم سر نمیگیره. به خاطر همین به برادرم گفتم. گفتم نفری 30,000 تومان به من بدید و دادم. 5 تا 30,000 تومان ما آوردیم تو این کار. شد 150,000 تومان. اوایل به این شکل طراحی کرده بودیم که هر ماهی 1,000 تومان اضافه میکردیم. یعنی ماه بعد شد 31,000 تومان. بعد این صندوق رو ما تبلیغ کردیم برای خواهرام و خواهرزاده ها، برادرزاده و دامادا. صندوق پس کرد. یه صندوق کاملا خانوادگیه و بکنم خانوادهمون هم پشت سر میبینید به هر حال نشستن. ما بیشتر خب اخوی بنده حاج اسقر آقا و خدمت شما عرض بکنم، دامادمون باز اسقر آقا با هم دیگه در واقع بانی این جریان بودن و ماهانه هر کدوم هر خانواده‌ای حالا به تناسب قدرت مالی خودش یا دلخواه خودش اومده و یه سهم، دو سهم، سه سهم رو گرفته. حرفش این بود بذاریم صندوق میمی. میمی به معنای بزرگی بود که زیر فرشش همیشه پول بود و اگر از اطرافیان کسی پول میخواست میگه برو اون فرش رو بلند کن از زیرش فرد. نمیدونم چه اتفاقی افتاد که یاد این کلمه پسکت افتادیم. کلمه پسکت در زبان تاکستانی به معنی پسندازه. میگه که من این چند ساله هیچ پسکت نداشتم. این چیزی را که آدم پس میاندازه، ذخیره میکنه، پسنداز میکنه. که ما اسم صندوق هم گذاشتیم پسکت، اتفاقا خیلی مورد استقبال اعضا هم شد. و جالبترش این بود که اون کلمات مخففش در آمد. ما اصلا فکر نکرده بودیم که روی این قضیه که په یعنی پسنداز، سه یعنی سرمایه گذاری، که یعنی کار، ت یعنی تولید و تلاش. دیدیم چیز قشنگی هم در آمد و به واسطه اون برکتی هم که داشت واقعا این صندوق، گذاشتیم صندوق پسکت کوثر به این عنوان که هم اون جنبه تقدس و معنویتی هم بهش داده باشیم، هم اون جوششی که واقعا درش هست و تمام نمیشه اون اتفاق باید اینجا بیفته. یه سری افراد داشتیم حالا توی خودمون یا جمع خودمونی خودمون، گاهی اوقات نیاز به پولایی داشتیم که در واقع از طریق سیستم بانکی این کار به صورت فورس ماجور انجام نمیشد. همین الان ما اگر بخوایم 3,000,000 تومان از بانک وام بگیریم، همین امروز به این سادگی نمیدن. شناسنامه رو باید ببری، کارت ملی رو ببری، بفرستن استعلام. اگر جایی چیزی مشکل هم نداشته باشی تازه بیان بدن. 3,000,000ش هم حتما 3,600,700 میشه، در حالی که اینجا ما به راحتی برای کسی که خونه خریده کم داشته دادیم 2,000,000، 3,000,000، 4,000,000 سندشو زده، بعد پولشو چیکار کرده؟ برگردونده. ببینید شما از بانک میخوای وام بگیری باید چندین برابر بذاری سرش پس بدی. طرف وقتی نیاز به پول داره ممکنه ذهنش چند جا برسه. اول تلفن بردارم به عمو، حالا بگم نگم، زنگ بزنم به جایی، زنگ بزنم به پدر، زنگ بزنم به خواهر. همین برای این فرد از لحاظ روحی آزار دهنده است. ما وقتی به یک عضوی 10,000,000 تومان برای عروسی کمک میکنیم، در واقع این خاطر جمع خوشحاله، به جایی که رو بندازه به این اون میدونه یه صندوقی هست و صندوقی که پول خودشه، حداقل نصف مبلغ، یک چهارم مبلغ پول خودشه. ما حالا به بهانه های مختلف، مثلا یه سال روز پدر، یه سال روز مادر، حالا امسال افطاری ماه رمضان، تو همون در واقع پولی که تو پسکت اون عنوان صندوقمون هستش اون رو میاریم و یه مهمونی دوره هم، حالا سالی یک بار معمولا یا سالی دو بار این اتفاق میفته که کنار هم میشینیم و یه مهمونی همه خانواده تقریبا هستن توش.
فلسفه مراسم بیشتر برمیگرده به نوع گزارش دادن صندوق پس کرد. یعنی ما وقتی یک سال صندوقمون کار کرد باید یه گزارش به اعضا بدیم. این گزارشی که به اعضا میدیم باعث پایداری صندوقه. ضمن این که با بار معنوی، بار عاطفی و بار خانوادگی خوبی میدادیم. آمدیم روز مادر اینا گرفتیم، یه تکریم مادر. روز پدر گرفتیم، تکریم پدر و گزارش هم دادیم. از صندوق پسکت برای عروسی، برای خونه، برای خیلی از کارهای خیر، برای رفع و رجوع یومیه، نیازهای ضروری پول استفاده شد. تاریخ صندوق مسیه که 589 تشکیل شده، 5 سهم اولیه بوده، پایان سال 94-28 سهم ما داریم. مقدار هر سهم اولیه 30,000 تومان بوده، الان هر سهم 50,000 تومان. ما سهم را مبلغش را اضافه نکردیم در عرض چند سال، 50,000 تومان. اما نفرات یه موقعی کم و زیاد شده، سهام کم و زیاد شده. مثلا کسی که یه دونه سهم بوده دوست داشته بشه دو تا 50 تومن داده، 3 تا 50 تومن داده. سرمایه اولیه‌مون 150,000 تومن بوده، همون 5 نفر بودیم 5 تا 30,000 تومن. سرمایه الان که پایان سال 94 هست 78,890,000 تومان. ما در واقع اومدیم یه دوره همی اقتصادی خانوادگی رو ایجاد کردیم و خیلی جاها، جای حساس، جایی که عروسی مثلا بچه‌هامون بوده به دردمون خورده، درس خوندنشون بوده به دردمون خورده. رهنم داشتیم، کسی که کلن پیش آمده، کلن رفتیم براش چیکار کردیم؟ از حساب صندوق رهن کردیم. این 10 میلیون تومان رو ما از کجا آوردیم؟ 10 میلیون تومان حتما قسمتی از عضویت خودش بوده، یعنی 2-3 میلیون پولی بوده که مال خودش بوده، 2-3 میلیون مال پدرش بوده، 2-3 میلیون مال برادرش بوده، 2-3 میلیون مال خواهرش بوده و اونا اون زمان نیاز به پول نداشتن. سوال این بود که خدمت شما عرض کنم که اگر این پولا به شما این عضو گرفته نده چه اتفاقی میفته؟ ما گفتیم هیچ اتفاق نمیفته، پول مال خودش. یکی از اعضا دیروز بود دیگه زنگ زد به من گفت آقا من 3 میلیون تومان پول میخوام. من نگاه کردم دیدم اینجا خودش 1.5 میلیون پیش ما پول داره. نزدیکترین کسش که البته پدرش هست، حالا برادر و خواهرم عضو صندوق هستن، عمو دایی بماند، پدرش هم 3 میلیون پول داره. یعنی همین الان پیش ما 4.5 میلیون پول داره پیش ما. خب ما 3 میلیون بهش بدیم چه اتفاقی میفته؟ خیلی هم خوبه. خب پس ندادنش هم هیچ کدوم از اعضا تا حالا پیش نیامده که پول خودشون رو که از صندوق میگیرن این روحیه رو داشته باشن، یا یک بار این حرف رو بزنن که آقا پول خودمونه دیگه. اصلا اتفاقا اصرار دارن که این پول رو چکار کنن بدن. یعنی اگر 4 میلیون سرمایه داره پیش ما، 2 میلیون به ما بده کاره، هم اون سرانه قسط پسکت ماهانش رو میده ماهی 50,000 تومان، هم ماهی 50,000 تومان قسطش رو میده، ماهی 100,000 تومان قسط اون بده کاریش رو میده. ما خواستیم یه به هر حال یه ملکی رو بگیریم، یه زمین رو بگیریم که بتونیم اگر خدا بخواد برای خودمون یه خونه‌ای درست کنیم. فعلا اقدام به گرفتن زمین کرده بودیم، یه مقدار پول کم داشتیم. ما به هر حال با مراجعه به صندوق مقداری از نیاز ما مرتفع شد که به هر حال این جای شکر داره. یه موقع تلویزیونتون کوچیکه، نگید از صندوق و پسکت پول بگیریم تلویزیون رو بزرگ کنیم، نه.
یا مثلا این ماشین دلتون رو زده میخواید یه مدل ببرید بالا، نگید اونجا پول هست بریم مدل رو ببریم بالا. نه، گفتم ما بنا رو بر این چیزا نداریم، حداقل اون روز، حداقل اون روز نداشتیم. گفتم که ما اول در مرحله اول میخوام یک پسنداز فامیلی داشته باشیم، فعلا بنا رو بر اصلا استفاده نذارید و تا یه مدتی هیچ کس از ما پول نمیخواست. گفتیم ما میخوایم یه 20 میلیون تومن پول داشته باشیم، پوشین آرام آرام میخوایم بگیریم، 50 تومن 50 تومن میخوایم بگیریم. این که شما انتظار داشته باشید ما نوبت بندی کنیم، قرعه کشی کنیم، نه. و بنای بر کارهای غیر ضروری رو اصلا نذارید. و اعضا رو بار آوردیم به این معنا که شما با توجه به این پول کاری رو شروع نکنید، کارتون رو شما شروع کنید، اگر ضروری بود ما اون وقت کار میکنیم، کمک میکنیم. داشتیم حاج آقای شالی خدا رحمت کنه، من خیلی از داشته ها ما از ایشون دارم، چه مادی چه معنوی. من از سن 20-21 سالگی تقریبا حاج آقا رو درک کردم، چند سال به صورت پیوسته در نظرشون بودم. یکی از عملیات ها کمک آرپیجی بودم، اینجا تیرباشی بودم، تیربار خیلی خوش دست و قشنگم بود که تو این عملیات من مجروح شدم. آره اینم فکر میکنم که یک شوشتر، حالا کدوم منطقه شو باید الان یادم نیست، الان سن احتمالا همون 21 ساله اینا بودم، یه سال 65، اینم عکس سال 65 همه. ما همشهری هستیم اینجا، همه تاکستانی هم. این عکس همه تاکستانی هستیم، اسمارم میدونم، این آقای شهید موسی شهید شد، آقای محمود رضا، آقای حمدالله، آقای ایوب، این الان نگاه میکنن، اینم منم. این آقای احمدی از بچه های قزوین بود، ما داشتیم عکس میگرفتیم، بدو بدو آمد این تو عکس ما، گفت بذارید منم عکس بگیرم، فردا عکس من رو نشان میدید میگید این با ما بود، شهید شد. ازم بعدش هم همین اتفاق افتاد، شهید شد و عکسش برای ما اینجا موند، یادگاری از بچه های خیلی مخلص بود. ممکنه که این حرف مطرح بشه که مثلا طرف شانسی شهید شده، تیر آمده، خونبار آمده، چیزهای مختلف آمده، حالا مثلا شهید شده دیگه. نه، هیچ کسی در جبهه شانسی شهید نشده. یعنی باور نکنید این حرف را که باران تیر بیاد، باران خونباره بیاد و اگر مقدر نباشه و با اون لیاقت نرسیده باشه شهید بشه. من یادمه، من در اون آخرین لحظاتی که تیر خوردم، ترکش خوردم، جای مختلف بدنم، من دوست داشتم برگردم آقای مهندس و برگشتم. یعنی دوست نداشتم شهید بشم و برگشتم و الانم همش یه موقعی نگرانم، میگم که ما موندیم چه اتفاقی بیفته برای ما. فوش دلم رو خوش کردم، میگم مثلا یه دوتا کار خوبی بکنیم. میگم دو تا عمل خیری از ما بمانه، دو تا اولاد صالح از ما بمانه که ما خدا نکرده شرمنده شهدا نشیم. خدمتتون عرض کنم که اولین بحثی که این صندوق تداوم پیدا کرده صداقت و اعتماد ما به بانیان این صندوقه. یعنی انقدر ما به این بانیان صندوق اعتماد و اعتماد داریم و اینا انقدر صداقت دارن که باعث شده این در واقع صندوق به همین شکلی که در حال حاضر میبینید ادامه پیدا کنه. دلیل اصلیش همین بوده. خب مثلا شما ممکنه بگید آقا یه نفر آمد گفت من 20 میلیون پول میخوام. این یه نفر کیه؟ کسیه که ما میشناسیمش، خواهر، برادر، خواهرزاده، برادرزاده خودمونیم. برای چی این 20 میلیون رو میخواد؟
ما حتما میدونیم. این چیزی نیست که اون بخواد پنهان کنه، یا خیره خدا نکرده یا شره، یعنی کار به قبل از اون انجام میشه اصلا، یعنی نیاز به زبان آمدن نداره. یعنی ما یه خصلتی داریم در بحث برآورده کردن نیاز برادر مؤمن، میگه که شما زمینه رو یه جور فراهم کنید که برادر مؤمن به زبان نیاد، و ما یه سیستمی رو طراحی کردیم از پول خودش طرف میتونه چیکار کنه، و من که این اختیار این پول رو دارم متوجه میشم که مثلا فلان برادرزاده یا خواهرزاده نیاز به چی داره؟ پول داره. سریع کارت رو در اختیارش میذاریم یا پول رو در اختیارش میذاریم، و الحمدلله تا حالا پیش نیامده کسی نیاز ضروری داشته باشه و به ما بگه و ما بهش ندیم. اصلا حتما دادیم. ما هر زمانی دوست داشتیم با یه تلفن پول گرفتیم، بعد بازپرداختش هم هیچ کسی به ما زنگ نزده که مثلا حاج اسقر زنگ بزنه بگه آقا پولو چرا نمیدی، چرا میدی، چرا مثلا دیر داری میدی. به این شکل نبوده واقعیتش. هر کسی در توانش بوده، شرایطش بهتر شده، پولو پس داده. خیلی جالبه که بعد از این صندوق ما، چون حاج اسقر عرض کنم که از کارگزاران حج و در واقع زیارت هستن، بعد از این جریان دقیقا بعد از قرعه کشی حج و عمره ما در واقع تو قرعه کشی ما برنده قرعه کشی شدیم تو حج و عمره. اون زمانم دقیقا من دستبانم کاملا خالی بود. یکی از برکات همین صندوق این بود که من اولین پولی که گرفتم رفتم حج و عمره باش. فکر کنم مثلا میری از مثلا میگم یه بچه از پدرش پول بخواد، یه چنین حالتی با همین حالت هر وقت پول لازم داشتیم گفتیم، میگم که من شاید یه بار پول میخواستم برای دانشگاه واریز بکنم و گفتم پولم دادن بدون دیگه اون تشریفات خاصی که در واقع هست و گرفت. صندوق پسندا، سرمایه‌گذاری، کار و تولید کوثر.